مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثقال حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر ببخشید آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا در جلسه اخیر و هفتگی خود به موضوع حمل و نقل زائران امام حسین علیه السلام در پروژه 40 حسینی BC با 50 میلیون زائر پرداخت. در این جلسه اعلام شد که موضوع حمل و نقل یکی از مهمترین موضوعات در پرونده پروژه 40 حسینی BC است. در همین راستا مهندس عبدالصاحب الکشوان مدیر مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مثقال حسین علیه السلام ضمن اعلام این خبر گفت در این جلسه تعدادی از کارشناسان و مسئولان مربوطه حضور داشته و ضمن بحث و تبادل نظر برخی نکات مهم در زمینه حمل و نقل زائران را مطرح کردند. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق در دفترش از نصیر ممدوف سفیر جمهوری آذربایجان در بغداد استقبال کرد. نخست وزیر عراق و سفیر جمهوری آذربایجان در بغداد درباره برگزاری سومین دوره کمیته مشترک عراق و جمهوری آذربایجان گفتگو کردند. طبق بیانیه دفتر نخست وزیر عراق در این دیدار روابط دو جانبه میان دو کشور و راه‌های تقویت همکاری مشترک در زمینه‌ها و بخش‌های مختلف بررسی شد. سفیر جمهوری آذربایجان تمایل دولت کشورش به مشارکت در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در عراق را اعلام کرد. به همچنین بر ارائه تسهیلات به زائران آذربایجانی عتبات عراق و مسافران عراقی جمهوری آذربایجان تأکید کرد. وبسایت اسپانیایی سافتونیک متخصص نرم افزارهای رایانه و اپلیکیشن های تلفن همراه از انتشار اپلیکیشن الکترونیکی جدیدی با محوریت واقعی کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام خبر داد. به گزارش خبرگزاری اخبارشی به نقل از این وبسایت، اپلیکیشن الکترونیکی رایگان با نام سوانح کربلا آخرین دستاورد شرکت اسلامی پاکستانی وفا سافت می باشد که امسال منتشر شد. شایان ذکر است این اپلیکیشن به زبان‌های هندی و اردو منتشر شده است و از آنجایی که گزارشی جامع از سفر امام حسین علیه السلام و خاندان پاک ایشان ارائه می‌کند، در دسته کتاب‌های آموزشی و منابع علمی قرار می‌گیرد. حیدر رحیم رئیس بخش اطلاع رسانی در آستان مقدس علوی از آغاز بازسازی پنجره ظریح قدیمی حرم امام علی علیه السلام خبر داد. وی در ادامه افزود در پی صدور دستور مقام‌های مسئول در آستان مقدس علوی عملیات بازسازی آغاز شده و هدف اصلی از این کار حفظ و نگهداری ظریح‌های تاریخی حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. از سوی دیگر محمد رضا مسئول شعبه بازسازی ظریح‌ها در حرم حضرت علی علیه السلام نیز در این باره گفت عملیات بازسازی با استفاده از طلا و نقره آغاز شده و به سرعت در حال پیشرفت است. او همچنین گفت برنامه زمانی تعیین شده برای عملیات بازسازی 30 روز بوده و طبق زمانبندی در حال پیشرفت است. کشیش جاستین ولبی، اسقف اعظم بریتانیای کانتربری، طی تظاهراتی که با حضور مسیحیان، یهودیان و مسلمانان در منطقه وایت هال بریتانیا برگزار شد، خواستار حذف کامل اسلام حراسی و سخنان نفرت انگیز علیه مسلمانان و روحانیون شیعه شد. وی در حین سخنرانی افزود کودکان مسلمان اکنون از ترس آزار و اذیتی که علیه ایشان به دلیل مذهبشان به وجود آمده نمیتوانند با پوشش خاص مذهبی خودشان به مدرسه بروند. ولبی در پایان گفت که این حرکت باید ابتدا از خانه های ما شروع شود و سپس کل جامعه بریتانیا با این پدیده اسلام حراسی و آزار و اذیت مسلمانان مقابله کند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از افزایش خشونت‌ها علیه اقلیت شیعه در افغانستان خبر داده است. یوناما در صفحه ایکس خود با اشاره به رویدادهای اخیر در کابل، هرات و بغلان که در آن شیعه ها هدف قرار گرفتند، با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. یوناما خواستار بررسی‌ها در مورد این رویدادها و شناسایی
عاملان آن شده و همچنان گفته که باید امنیت کسانی که در خطر هستند تأمین شود. شایان ذکر است که گروه سنی تندروی داعش پیش از این مسئولیت حملات به اماکن مذهبی، مدارس مذهبی و تجمعات شیعیان و هزاره را بر عهده گرفته است. رئیس آژانس امداد و نجات سوماترای غربی در اندونزی در بیانیه اعلام کرد که با پیدا شدن اجساد تعداد دیگر از کوهنوردان در نزدیکی دهانه آتشفشان مراپی، تعداد قربانیان فوران این آتشفشان در اندونزی به 22 نفر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از آناتولی، عملیات امداد در پی فوران آتشفشان مراپی در اندونزی از روز یکشنبه در جریان است و در حالی که امدادگران تلاش می‌کنند بازماندگان آسیب دیده را به پایین کوه منتقل کنند، گزارش‌ها تا کنون از جان باختن 12 کوهنورد و مفقود شدن 11 نفر دیگر حکایت داشته است. شایان ذکر است کوه مراپی 2930 متر ارتفاع دارد و در جزیره سوماترای اندونزی واقع شده است، جایی که مقامات از مدت‌ها پیش ساکنان و گردشگران را از پیاده‌روی در شعاع 3 کیلومتری دهانه آتشفشانی این کوه منع کرده بودند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM، تا سال 2090 ممکن است 2.8 میلیارد نفر در سراسر جهان در معرض امواج گرما قرار گیرند. پیشبینی می شود که تقریبا نیمی از کسانی که ممکن است تحت تأثیر امواج گرما قرار گرفته شوند در جنوب آسیا زندگی می کنند. این آژانس در پایان گفت توده های گرمایش نشان دهنده مسیرهای مختلف حرکت غلظت گازهای گلخانه‌ای است که منجر به افزایش دمای جهانی خواهد شد.